سرخط خبرها. افزایش فشار آمریکا بر مشتریان نفت ایران. زنگنه میگوید اگر صادراتمان 4 میلیون بشکه بود الان تحریم نمیشدیم. توافق اروپایی برای حل بحران مهاجران، محدود کردن جابجایی و ایجاد مراکز رسیدگی به درخواست پناهجویان. کارزار انتخاباتی مرگبار در مکزیک، نامزدها با ترکیبی از بیم و امید رقابت می کنند. و در آستانه دور 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال نگاهی می اندازیم به رخدادها و شگفتی های مرحله گروهی این مسابقات. سلام، با اولین بخش خبری امروز جمعه از تلویزیون فارسی بی بی سی. فشار آمریکا بر خریداران نفت ایران بیشتر شده تا وارداتشان را به طور چشمگیری کم کنند. گرچه از صحبت‌های یک مقام آمریکایی این برداشت شده که واشنگتن آماده است برای کشورهایی که وارداتشان را کاهش دادند معافیت‌هایی در نظر بگیرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم به دهلی رفته، از نارنجا مودی نخست وزیر خواست اتکای هند به نفت ایران را کاهش دهد. همزمان نماینده ایران در اوپک به عربستان تاخته. واکنش حسین کاظم‌پور اردبیلی به گزارش‌هایی است که میگوید ریاض قصد دارد چند صد هزار بشکه در روز بیشتر از سقف اوپک تولید کند. نعیمه نامجو نگاهی کرده به آخرین تحولات. سرنوشت صادرات آینده نفت ایران این روزها در ابهام است. آمریکا در تلاش است مشتریان ایران را به قطع کامل خرید متقاعد کند. برای همین رایزنی‌ها نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به هند رفته بود. خانم هیلی از هند خواسته در روابطش با ایران تجدید نظر کند. کاری که ادامه می دهیم افزایش فشارها بر آنهاست و امیدواریم بقیه کشورها به ما بپیوندند، چون از دید ما ایران کره شمالی بعدی است. ایران یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی هند است و تحریم هایی که از 4 نوامبر 2018 آغاز می شود بر رابطه این دو کشور سایه انداخته. حتی بعضی رسانه ها گزارش هایی منتشر کرده اند که وزارت نفت هند از پالایشگاه های دولتی این کشور خواسته به فکر جایگزین کردن نفت ایران باشند. مشابه نگرانی مقام های هند در ژاپن هم وجود دارد. توکیو در حال گفتگو با واشنگتن و تهران است تا تصویر روشنتری از وضعیت ماه های آینده داشته باشد. ژاپن به طور دقیق تأثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران رو بررسی می‌کنه و به گفتگو با آمریکا و کشورهای مرتبط ادامه میده تا آسیبی به شرکت‌های ژاپنی نرسه. هنوز مشخص نیست که رایزنی‌های آمریکا با خریداران نفت ایران تا کجا پیش می‌رود. پیشتر از یک مقام آمریکایی نقل قول شده بود که آمریکا می‌خواهد تا آبان صادرات نفت ایران را به صفر برساند. یک روز بعد رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده گفته آمریکا ممکن است با معافیت‌های موردی موافقت کند، اما تا جایی که بشود کشورها را مجاب می‌کند واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. در همین حال وزیر نفت ایران می‌گوید اگر در کار وزارت نفت کار شکنی نشده بود و 5 قرارداد دیگر مانند توتال منعقد شده بود، دیگر وضعیت کشور مثل امروز نبود. بیژن نامدار زنگنه گفته اگر صادرات نفت ایران 4 میلیون بشکه در روز بود، آمریکا نمی‌توانست نفت این کشور را تحریم کند، چرا که خروج نفت ایران از بازار برای آمریکا بسیار زیانبار بود. به نظر می آید که فاصله رؤیای وزیر نفت ایران تا آنچه که در واقعیت رخ داده بسیار زیاد است. گرچه در طول ماه گذشته میلادی صادرات نفت خام ایران به چند کشور آسیایی به بیشترین میزان در 8 ماه گذشته رسیده بود، اما شمارش معکوس برای آغاز تحریم های نفتی آغاز شده. نعیمه نامجو، بی بی سی.
سارا بازوبندی، کارشناس مدیریت و ارزیابی ریسک اقتصادی از هامبورگ آلمان با ماست. خانم بازوبندی، شواهد چه نشون میده؟ چقدر آمریکا موفق شده و چقدر کشورهای خریدار نفت ایران دارند آماده میشن برای اینکه نفتشون رو، خریدشون رو کاهش بدند؟ ببینیم، وقتی که آمریکا، دولت آمریکا یک مقام بلندپایه رو میفرسته برای مذاکرات حضوری در یک چنین موردی، این به نظر من خیلی علامت خطر بزرگی. یعنی اگر که نگاه بکنیم به اتفاقات چند سال گذشته، دسامبر سال 2011 زمانی که نماینده تریجری آمریکا رفت به امارات و با نماینده بانک اسلامی نور صحبت کرد، اون زمان زمانی بود که قیمت ریال به شدت سقوط کرد و تحریم‌ها به شدت از اون به بعد سخت‌تر شد روی ایران و صدور نفت ایران هم به همون نسبت به شدت کاهش پیدا کرد. الان با رفتن این نماینده به هند، این نشون میده که آمریکا چقدر جدی هست در مورد این قضیه. و این تصمیمی که آمریکا گرفته در مورد مواجهه این شکلی با ایران، به نظر من یک تصمیمی نیست که خیلی جدید باشه. یعنی نتیجه ماها رایزنی و هماهنگی با بسیاری از قدرت‌های جهانی و قدرت‌های منطقه به خصوص بوده. یعنی اینکه تصمیم اوپک درست در قبل از این اعلام این تصمیم گیری از جانب دولت آمریکا در مورد نفت ایران اعلام شد که اوپک میخواد سطح تولید بعضی از تولید کننده ها رو بالا ببره، نشان دهنده این هست که خودشون رو آماده کردن و به شدت در مورد این قضیه مصمم و جدی هستن. کاهش دادن نفت ایران، به صادرات نفت ایران به صفر، شاید یه مقداری بلند پروازانه باشه، اون هم تا آبان ماه، ولی خب میتونه به شدت این تصمیم ها و این روشی که دولت آمریکا در پیش گرفته روی کاهش شدید صادرات نفت ایران اثر بگذاره و حتی اگر به صفر هم نرسه، به همون میزانی که قبل از موفقیت برجام و به ثمر رسیدن برجام رسیده بود، حدود 800 هزار بشکه در روز بود و دیدیم که وضعیت اقتصادی کشور چقدر بود، حتی اگر به همون هول و هوش، به همون مقدار هم برسه، به نظر من باز هم خطر بسیار بزرگی از نظر اقتصادی برای آینده ایران خواهد. در همین حال وزیر نفت بیژن زنگنه گفته اگر در کار وزارت نفت کارشکنی نشده بود و چند قرارداد دیگه مثل قرارداد توتال امضا کرده بودیم، گرچه خود توتال هم به نظر میاد که داره کنار میکشه، وزیر کشور مثل امروز نبود. منظور آقای زنگنه چه هست از اینکه در کارش وزارت نفت کارشکنی نشده بود؟ فضایی که آقای زنگنه ازش حرف میزنه که ما 4 تا قرارداد اون شکلی با شرکت‌های قدری مثل توتال، شرکت‌های انرژی مهم جهانی، میتونستیم به نتیجه برسیم باهاشون، واقعا یه فضایی هست که ایران سیاست خارجیش این سیاست خارجی امروزی نخواهد بود، سیاست داخلی ایران نیاز به تغییر داره. در اون فضا ساختارهای اقتصادی اولیه، رفتار بانک مرکزی، سیستم بانکی کشور، شفاف سازی، قوانین مالکیت، قوانین مالکیت خصوصی، خصوصی سازی، نقش نهادهای امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی، تمام این عوامل در اون فضا اون چیزی که الان امروز هستن نخواهد بود. اون فضایی که آقای زنگن ازش حرف میزنه فضایی هست که اگر اجازه داده بودن، یعنی خیلی عوامل مختلف و بازیگران مختلف اقتصادی و سیاسی در ایران باید به گونه متفاوت از اون چیزی که امروز هست رفتارشون باید رفتار می‌کردن، که متأسفانه دولت نتونسته اون بازیگران رو متقاعد کنه، یا به هر حال خود دولت هم شاید خیلی اونقدر جدی نبوده در تغییر رفتار این بازیگران به این شکل. ولی خب اون چیزی که ایشون مد نظرش هست فقط دست عربستان سعودی و آمریکا نیست، اون بیشتر به نظر از داخل کشور نشأت میگیره. سارا بازوبندی در هامبورگ، متشکرم از صحبت با ما. در چند خبر کوتاه، 3 سال پس از انتشار سندی درباره اینکه عربستان سعودی به فرزند عطالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد ایران بورس تحصیلی داده، او به این سند پاسخ داده. امیرعلی مهاجرانی گفته دلیل اعطای این بورس ارتباط موضوع پایان نامه دکترایش با عربستان بوده. او گفته پایان نامه‌اش درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و عربستان بوده و پس از ارائه طرح اولیه و مصاحبه با دادن بورس تحصیلی موافقت شده و خانواده‌اش در این زمینه نقشی نداشتند. 3 سال پیش سایت افشاگر ویکی‌لیکس سندی را منتشر کرد که طبق آن وزارت دارایی عربستان با درخواست عطالله مهاجرانی برای دادن یک بورس تقریباً 100,000 دلاری به فرزندش موافقت کرده بود. بی بی سی نمیتواند مستقلا اصالت سند ویکی‌لیکس را تایید کند. باطله! نمازتون باطله!
تجمع شماری از مردم خرمشهر مقابل مسجد جامع این شهر در اعتراض به بی‌آبی و شوری آب آشامیدنی. خشکی رودخانه ها و ورود آب دریا به منابع تأمین آب آشامیدنی باعث شور شدن آب شرب در بعضی از شهرهای جنوب ایران شده. مردم آبادان هم در اعتراض به شوری آب تجمع‌هایی برگزار کردند. به گفته استاندار خوزستان مشکل شوری آب تا 15 تیر یک هفته دیگر حل می شود. در ایران خبرها درباره چگونگی واردات غیرقانونی هزاران خودرو هنوز زد و نقیض است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده بود و هکر دستگیر شده. به گفته ناصر سراج افرادی با نفوذ به این سایت توانسته بودند برای واردات غیرقانونی حدود 5000 خودروی مدل بالا مجوز صادر کنند. این در حالی است که این وزارتخانه هک شدن سایت را تکذیب کرده بود، اما خبر صدور غیرقانونی مجوز و واردات خودروها را تایید کرده بود. و رویترز میگوید جزایر کمر ده ها گذرنامه را که برای اتباع خارجی صادر کرده بود باطل کرده، بیشتر این گذرنامه ها را شهروندان ایران خریداری کرده بودند. جزایر کمر از حدود 10 پیش و برای تأمین هزینه هایش شروع به فروش گذرنامه کرد. بر اساس اسنادی که این خبرگزاری دیده، در این یک دهه بیش از 1000 نفر که محل تولدشان ایران درج شده از این گذرنامه ها دریافت کردند، اما 5 پیش 155 گذرنامه باطل شد. بیش از 100 عدد از آنها متعلق به ایرانی هاست که در میان آنها نام رؤسا و مدیران شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز، کشتیرانی، معاملات ارز و فلزات گرانبها به چشم می خورد. همگی شرکت هایی که به نوعی مشمول تحریم های آمریکا می شوند. بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، بالاخره رهبران اتحادیه اروپا بر سر یک سیاست واحد برای حل بحران مهاجران توافق کرده‌اند، گرچه هنوز معلوم نیست چقدر این کشورها درباره چند و چون جزئیات آن با هم کنار بیایند، چون بخش‌های مهمی از این توافق داوطلبانه خواهد بود. اتحادیه اروپا همچنین کمک‌های مالی برای کشورهایی مثل ترکیه که مبدأ خروج پناهجویان مهاجران به سمت سوار اروپا است در نظر گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش اردلان. اینجا همه خسته و کوفته‌اند و منتظر نتیجه مذاکراتی که تا نزدیک‌های صبح ادامه داشت. آنچه از گفتگوهای پرحرارت پشت درهای بسته شنیده می‌شد، با کلکل‌ها و خوشبش‌های فوتبالی پیش از شروع اجلاس متفاوت بود. اما وقتی سرانجام مذاکرات برای حل بحران مهاجران در این سالن رنگارنگ به نتیجه رسید، همه رهبران اروپایی کوشیدند تصویر یک پارچه‌ای به نمایش بگذارند. اول آلمان که صدر اعظمش میگفت سختگیری و بستن مرزها همان و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و حقوقی اتحادیه اروپا همان. من خوشبین هستم که از امروز به بعد بتوانیم به همکاری ادامه بدهیم، زیرا برای حل اختلاف کار داریم. آنگلا مرکل حالا میتواند با خیالی آسوده‌تر نسبت به موقعیت و آینده سیاسی خودش به خانه بازگردد. امانوئل مکرون از فرانسه هم مثل آنگلا مرکل تکه کلامش همکاری‌های مشترک برای حفظ ارزش‌های اروپایی است. امشب ما موفق شدیم یک راه حل اروپایی را برای ادامه همکاری و حفظ ارزش‌هایمان پیدا کنیم. کسی که دیشب تا لحظه آخر دیگر رهبران اروپایی را تهدید به وتوی قطعنامه می‌کرد، حالا می‌گوید خیالش راحت شده که بار مسئولیت کشورش در پذیرش پناهنده‌ها سبک‌تر شده. بعد از اجلاسی که داشتیم شاهد یک اروپای متحدتر و مسئولتر خواهیم بود. ایتالیا هم دیگر تنها نیست. سباستیان کورتز صدر اعظم جوان اتریش که مثل ایتالیایی ها خواهان سختگیری بیشتر بود، حالا به مفاد توافق دیشب دلخوش است. خوشحالیم که برای اولین بار مراکز پناهندگی را در خارج از اتحادیه اروپا برپا و اداره می کنیم. این نظر ما بالاخره غالب شد و در متن توافق هم آمده. در بحث پناهنده پذیری در اروپا سرسخت‌تر از لهستان و کشورهای سابقاً کمونیست وجود ندارد. حالا آنها هم راضی هستند. ما به مصالحه خیلی خوبی دست یافتیم. درباره داوطلبانه بودن سازوکار نقل و انتقال مهاجران به توافق رسیدیم. ما راضی هستیم. روشن است آنچه حامیان سختگیری‌های بیشتر در زمینه پذیرش پناهجویان را قانع کرد، بخش‌هایی از توافق دیشب است که به رغم ابهامات فراوان صحبت از توزیع منصفانه بار مسئولیت پذیرش پناهجویان می‌کرد، به طوری که همه سختی کار به دوش کشورهایی نباشد که دروازه ورود به اروپای غربی هستند، مثلا ایتالیا، بلغارستان یا کشورهای اروپای مرکزی.
اما مهمتر از آن برپایی مراکز بررسی درخواست‌های پناهندگی در کشورهای مبدأ شمال آفریقا و افزایش کمک مالی و اقتصادی به آن کشورهاست که در راه توسعه گام بردارند، با این امید که انگیزه فرار از آن کشورها و پناهنده شدن به اروپا کاهش یابد. فعلا این ایده که در خانه سختگیر باشیم ولی بیرون از خانه مهربان، می رود تا در اروپا حرف اول را بزند. سیاوش اردلان، بی بی سی. سرخط خبرهای مهم روز. فشار آمریکا بر خریداران نفت ایران بیشتر شده تا وارداتشان را به طور چشمگیری کم کنند، گرچه از صحبت‌های یک مقام آمریکایی این برداشت شده که واشنگتن آماده است برای کشورهایی که واردات را کاهش داده‌اند معافیت‌هایی در نظر بگیرد. بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، بالاخره رهبران اتحادیه اروپا بر سر یک سیاست واحد برای حل بحران مهاجران توافق کردند، گرچه جزئیات آن هنوز کاملا مشخص نشده. در ادامه برنامه نگاهی به رخدادها و شگفتی‌های مرحله گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال. پلیس در ایالت مریلند آمریکا بر این باور است مهاجمی که در دفتر یک روزنامه 5 نفر را به قتل رسانده، قربانیانش را از قبل انتخاب کرده بود. رسانه‌ها او را جرد راموس معرفی کردند و میگویند خصومتی دراز مدت با مدیران این روزنامه محلی داشته. او دیروز به دفتر این روزنامه در آناپولیس رفت و افرادی را که در اتاق خبر بودند به رگبار گلوله بست. خبرنگار ما مهنوش پورزی از واشنگتن با ماست. مهنوش، درباره این خبر چه جزئیات بیشتری میتونی برامون بدی؟ نادر، مقام های محلی و نیروی پلیس هنوز هویت این فرد رو در واقع رسما اعلام نکرده، ولی رسانه های آمریکا از اسناد دادگاه در واقع متوجه شدن که مردی به همین نام که خودت گفتی به اتهام قتل 5 نفر به ضرب گلوله قرار هست تا نزدیک به 2 ساعت دیگه در دادگاه در مریلند حاضر بشه، و در واقع از روی اسنادی که وجود داشته متوجه شدن که اسم او جرد راموس هست. آقای راموس ظاهراً در سال 2012 در واقع شکایتی داشته از به دادگاه از این روزنامه به خاطر یکی از گزارش هایی که داشته این روزنامه، و بعد دادگاه در واقع حق رو به روزنامه داده. حتی در یک تقاضای فرجام دیگه هم باز هم شکایت آقای راموس رد شده، ولی ظاهرا خشم او هنوز بر جا بوده و ناراحتیش از این روزنامه به خاطر این گزارش در واقع درباره اتهامی هست علیه آقای راموس که یک زن رو در شبکه فیسبوک در واقع مورد آزار قرار داده، و این آزار تا حدی پیش رفته که این زن در واقع از هراس داشته از اینکه جونش رو از دست بده و تهدید بشه توسط آقای راموس. آقای از زن در واقع از آقای راموس شکایت کرده و آقای راموس محکوم شده و اقرار به گناه کرده. علارغم همه اینها در واقع این خشم از روزنامه به نوعی وجود داشته که باید در جلسات دادگاه دید به کجا خواهد رسید، ولی در هر حال این 5 روزنامه‌نگار حالا جونشون رو از دست دادن و امروز روزنامه گزت صفحه یادداشت‌های خودش رو سفید رفت و تنها یک یادداشت داشت که واقعا از این حادثه در واقع زبونشون بند اومده و حرفی برای گفتن ندارن. متشکرم ازت مهنوش. مهنوش پورزیای در واشنگتن. مردم مکزیک یک شنبه پای صندوق‌های رأی می‌روند برای انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان 2 مجلس سفلا و سنا. کارزار انتخاباتی برای نامزدهای محلی کارزاری مرگبار بوده. در 10 ماه گذشته بیش از 130 کاندیدا و فعال سیاسی کشته شدند. اما خشونت در مکزیک فقط مختص قتل‌های سیاسی نیست. گزارش کلایو مایوی رو ببینیم با این هشدار که این گزارش حاوی جزئیات و تصاویری است که ممکن است ناراحت کننده باشد. دوربین مداربسته‌ای که یک ترور سیاسی در مکزیک را ضبط می‌کند. هواداران فرناندو پیرون از نامزدهای انتخابات مجلس فدرال بعد از یک راهپیمایی دور هم جمع شدند. او در سمت راست تصویر مشغول سلفی گرفتن با یکی از رای دهندگان است. اما قاتل او در سمت چپ منتظر است. با آرامی به او نزدیک می‌شود و به سرش شلیک می‌کند. در زومپانگو، در خشونت زده‌ترین ایالت جنوب مکزیک، بعضی معتقدند که نه صندوق رأی
بلکه گلوله سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. ماریو چاوز می‌داند که جانش در خطر است. او نامزد شده تا شهردار شهری شود که در آن مافیای مواد مخدر و گروه‌های تبهکار برای قدرت و نفوذ بیشتر با هم دست و پنجه نرم می‌کنند. چند بار سعی کردن که منو بکشن. شنیدم که آدمکش اجیر کردن تا قبل از پایان تبلیغات انتخاباتی منو بکشن. میترسم، ولی میخوام به خاطر این مردم که امروز اینجا با منن ادامه بدم. اونا میخوان تغییر واقعی رو ببینن. امید و آرزو دارن که این شهر رو تغییر بدن. خشونت‌های سیاسی این انتخابات رو بیشتر از هر انتخابات دیگری در تاریخ مدرن مکزیک تحت تأثیر قرار داده. هزاران نامزد انتخابات چه محلی و چه کشوری اگه اسمشون روی برگه رأی باشه جونشون در خطره. پاملا تران، آدولفو سرنا، عمر گومز. تنها چند نفر از بیش از 130 نامزدی که به دست گروه‌های تبهکار در مسیر انتخابات کشته شدند. این مردان و زنان فاسد نمی‌شدند و رشوه قبول نمی‌کردند. پس به قتل رسیدند. خوزه رمدیو 35 ساله بود و نامزد شهرداری یک شهر کوچک شده بود. بعد از یک راهپیمایی سیاسی در روز روشن او را با گلوله کشتند. او زن و 3 بچه داشت. آنها هنوز به طور کامل عزاداری نکردند. خوزه کمتر از 6 هفته پیش کشته شد. برای کارمن و بچه ها هنوز این غم تازه است. یاملا تنها 4 سال دارد. یادگاری از پدرش را سفت چسبیده. میدونی این پتو براش چه ارزشی داره؟ میگه بوی پدرش رو میده. هیچ وقت ولش نمیکنه. کارمن هفته یک بار سر مزار شوهرش میرود. بر سر خاکش این سوال به ذهن میآید که اگر او به جای کارمن بود، حالا برای محافظت از فرزندانشان چه کار میکرد؟ وقتی بچه بود پدرش مرد. همیشه میگفت پدر نداشتن خیلی اذیتش میکرده. حالا همون قصه برای بچه هم تکرار میشه. خیلی خیلی سخته. اما اتفاقیه که افتاده. اشک‌های او یادآور سرزمینی است که با مرگ فراوان و نابهنگام به خون کشیده شده. زندگی‌هایی که با خشونت کوتاه شد. در 5 ماه اول امسال بیش از 13,500 نفر در سراسر مکزیک کشته شدند. اما به نظر نمی‌رسد که کسی بداند بهترین راه مقابله با تبهکارانی که آماده و مشتاق خونریزی هستند چیست. حتی نامزدهای ریاست جمهوری هم ایده های چندانی ندارند. کارمن دیگر قربانی نخواهد بود. او دارد جای همسرش را میگیرد. نامزد شهرداری شده. از ناامنی خسته شدم. میدونم که شما هم خسته شدین. دیگه بسه. میخوام صلح و آرامش رو به جامعه برگردونم. برای تحقق رویاهای همسرم اینجا هستم. شوهرم یه شهر امن و آروم میخواست. به همین خاطره که به عنوان یک زن و همسر میخوام کاری رو که اون شروع کرد تموم کنم. کارمن حالا خودش در خطر قتل قرار دارد، اما مطمئن است که اگر همسرش زنده بود کارش را تأیید می‌کرد. نمی‌ترسم. دو نوع ترس وجود داره. یکی جلوی حرکت و فعالیتش رو می‌گیره و دیگری بهت قدرت میده. حساب و کتاب دردناک او این است. امنیت همه بچه‌های شهر وابسته به ایستادگی اوست. همسرم بهترین ها رو برای بچه هامو میخواست. میخواست که بدون مشکلاتی که ما باهاش زندگی میکنیم بزرگ بشن. کلایو مایری، بی بی سی نیوز.
in southern Mexico. در خبرهای جام جهانی روسیه در مرحله هشتم نهایی یک داور و دو کمک داور ایرانی بازی آرژانتین با فرانسه را قضاوت می‌کنند. علیرضا فقانی به همراه رضا سخندان و محمد رضا منصوری بازی‌های آلمان با مکزیک و برزیل با صربستان را در مرحله مقدماتی داوری کرده بودند و عملکرد خوبی داشتند. بازی آرژانتین و فرانسه فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران و کابل و 7 به وقت دوشنبه برگزار می‌شود. با پایان یافتن مرحله گروهی جام جهانی و خداحافظی 16 تیم، 16 تیم دیگر به مرحله بعد صعود کردند که بازی‌ها از فردا آغاز میشه. اما در این 14 روز گذشته اتفاقات و شگفتی‌های زیادی رخ داد، از بازی‌های ایران گرفته تا حذف آلمان مدافع عنوان قهرمانی. علیرضا فولادی نگاه کرده به وقایع این دو هفته. اولین ستاره جام جهانی فوتبال امسال این گربه بود. گربه‌ای به اسم آشیل از سن پترزبورگ که صاحبش میگفت ناشنواست. کارش پیشگویی بازی است. آشیل برنده بازی اول بین روسیه میزبان و عربستان را درست پیشبینی کرد و معروف شد. روسیه اتفاقا در بازی افتتاحیه در مسکو آبروداری کرد و با زدن 5 گل به عربستان فراتر از انتظار ظاهر شد. روس‌ها بازی دومشان را هم جلوی مصر 3-1 بردند و بعد از 32 سال به مرحله بعد صعود کردند. حریف بعدی آنها تیم قدرتمند اسپانیا است که بردنش چندان آسان نیست. اما به هر حال روس‌ها الان خوشحالند و هر وقت میزبان خوشحال باشد به همه بیشتر خوش می‌گذرد. تیم ملی تو 2 بازی ما را سربلند کرد و من به خاطر مربیمون برای بازی‌های بعدی خیلی امید دارم. جدا از روسیه، مکزیکی ها هم در آسمان سیر می کنند. آنها در گروه F آلمان را بردند و بالاتر از این تیم و کره جنوبی به همراه سوئد راهی مرحله بعدی شدند. خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم. حق ما صعود بود. ببخشید آلمان، خلاص. مکزیکی ها یکی از بهترین تیم های جام در مرحله گروهی بودند. شاید به همین دلیل امیدوارند برزیل را هم شکست دهند. و اما ایران، تیم ملی و طرفدارهای خونگرمش که در این دو هفته روسیه را روی سرشان گذاشتند. جدا از نتایج خوب تیم ملی، دنیا با لبخندی گرم به تماشای طرفدارهای پرشور ایرانی نشست. مخصوصا زنانی که توانستند آزادانه به ورزشگاه بروند و بازی فوتبال تیم محبوبشان را تماشا کنند. سه بازی ایران در مرحله گروهی، سه شبی فراموش نشدنی برای ایرانی ها در داخل و خارج کشور رقم زد. دفعه اولی که دارم میرم استادیوم بازی ببینم، خیلی هیجان دارم. در کنار ایرانی ها خیلی های دیگر هم از جام جهانی لذت بردن، مثل مردم پرو که برای جشن گرفتن کاری به نتایج تیمشان نداشتن. دو بازی اولشان را به دانمارک و فرانسه باختن، اما در بازی آخر استرالیا را شکست دادن. برای اینکه سرکف باشن نیازی نبود تیمشان بالا برود. جام جهانی همیشه به چنین تیم‌هایی و طرفدارانی احتیاج دارد. و در نهایت به داستان حذف حیرت انگیز آلمان می‌رسیم. تیمی که برای دفاع از عنوان قهرمانی‌اش آمده بود اما با نتایجی ضعیف خداحافظی کرد. بعضی نوشتن ژرمن‌ها در تابستان هم به مسکو نرسیدند و شکست خوردند. این باخت غیر منتظره نشان داد جام جهانی حتی می تواند آدم های خونسردی مثل آلمانی ها را هم جادو کند. مسابقاتی که به این شگفتی ها زنده است و البته به شلوغ بازی های دلنشین آدم هایی که سرخوشانه در فوتبال غرق می شود. علیرضا فولادی، بی بی سی. متشکریم که در این عصر جمعه با بی بی سی فارسی هستید.